سلام، به برنامه فراخبر خوش آمدید. در این برنامه نگاه افغانستان به آتش جنگ عربستان و ایران، کابل در کدام موضع میتواند به منافعش استفاده ببرد؟ ما در حد نیستیم که در این تصادمات و برخوردهایی که بین ریاض و تهران در حال شکل گیری است و شدت ادامه داره ما نباید داخل شیم. بلندگوهای تبلیغاتی ضد کوریای شمالی در کوریای جنوبی. تنش در روابط عربستان سعودی و ایران به گونه‌ای بی‌پیشینه افزایش یافته است. به دنبال آتش زدن نمایندگی‌های عربستان در مشهد و تهران در واکنش به اعدام شیخ نمر، رهبر مذهبی شیعیان عربستان سعودی، این کشور روابطش را با تهران به گونه‌ای مطلق قطع کرده است. در موضع حمایت از عربستان، بحرین، سودان، قطر، امارات متحده عربی و در تازه‌ترین مورد هم پاکستان قرار گرفتند. اکنون ریاض در حال رایزنی است تا برخی کشورهای دیگر نیز اقدام مشابه در برابر ایران انجام دهند. هرچند کابل پیش از این از حمله نظامی عربستان سعودی در یمن حمایتش را اعلام کرده است، اما حالا ریاست جمهوری در خبرنامه خواهان پایان دادن به تنش‌ها میان دو طرف عربستان و ایران از راه گفتگو شده است. اما در واقعیت افغانستان در کدام موضع بیشتر میتواند به سود خودش بهره ببرد؟ برای بحث بیشتر در این باره میاگل وسیق کاراگاه بخش سیاسی و همچنان آرون میر آگاه مسائل سیاسی اینجا با من هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای میر، موقف گیری افغانستان در تنش میان عربستان و ایران را چگونه میبینین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام. بدون شک که موقف افغانستان موقف بی‌طرفانه خواهد بود، چون ما هیچ منافع در داخل شدن در این تشنج نداریم. افغانستان کشوری است که با هر دو جناح، هم با ایران و هم با عربستان سعودی، رابطه عمیق تاریخی داره و موقف افغانستان باید یک موقف بی‌طرفانه باشه. افغانستان به شمول کشورهای اسلامی دیگه که خارج از ساحه خلیج هستند، چون یک رقابت استراتژیک بین دو قدرت که در خلیج هستند، عربستان و سعودی از یک طرف و ایران از طرف دیگر، این کشورها میتونن که کوشش بکنن تا هر دو جناح را قناعت بدن که برخورد هیچگاه به نفع جهان اسلام نبوده و به خصوص به نفع کشورهایی که در خلیج منافع دارن نخواهد. اما افغانستان در حمله نظامی عربستان و سعودی به یمن بر ضد شورشیای حوثی اونجا موقف بی‌طرفانه نداشت، در حمایت از عربستان و سعودی قرار گرفت. در اونجا هم عربستان و ایران ظاهرا درگیر هستند. موقف رئیس جمهور اگر من بیاد داشته باشم امو بود و موقف حکومت وحدت ملی که هر باری که اگر بالای عربستان سعودی تهاجمی صورت بگیره یا حمله صورت بگیره، افغانستان بدون شک به دفاع از عربستان سعودی استادگی خواهد کرد. خب اینجا عربستان ادعا داره بالایش حمله صورت متفاوت بود. سفارت عربستان در تهران آتش زده خب شد. موضوع یمن یک گپ متفاوت بود. افغانستان هیچگاه عربستان سعودی از افغانستان تقاضا کرد که افغانستان نیرو روان کنه. خوشبختانه حکومت افغانستان از این امر ابا ورزید و به مو یک موقف گیری سیاسی که واقعا یک موقف گیری ضعیف بود به مو اکتفا کرد. این مرتبه هم تقاضای عربستان سعودی غیر قابل پذیرش برای حکومت و مردم افغانستان است، چون ما هیچگاهی نمیخواهیم که در یک معضل داخل شویم که نه به نفع افغانستان است و به نفع جهان اسلام. آقای وسیق، چگونه موقف بی‌طرفانه ما در آتش جنگ میان عربستان و ایران به منفعت ما میتونه ختم شوه؟ به نام خداوند بزرگ، برای سلامات خدمت شما و جناب میس و بیننده تلویزیون شما. من فکر میکنم افغانستان روی منافع خود حرکت خواهد کرد. آیا منافعش دهی است که یک جانبه علیه جانب دیگه مثلا تقویت بکنه یا استاد شوه در یک جانب، و یا ای که تا هنوز سیاستی که دولت افغانستان داشته و یک سیاستی که بی‌طرفی اختیار کرده و خواسته که با همه کشورها رابطه نیک و حسن داشته باشه. ما نمیتونیم ببینین شما امیال افغانستان ایران در همسایگیش است، یک کشور همسایه، و افغانستان نیاز داره که با همسایه خود رابطه نیک تامین بکنه. ای که خب همسایا چقدر ایره به اصطلاح هنوز هم چیز می قوت میتن ای روحیه را، و حرف جدا است، ولی به سهم خود افغانستان این کار را باید بکنه. خب عربستان هم یک کشوری است که افغانستان مناسبات نیک دارن.
و این مناسبات از یک طرف کشورهای اسلامی است و از طرف دیگه افغانستان هم کوشش کرده که در خاصتا در اینی مقطع زمانی که در هر وقت هم طور باید باشه و خاصتا در اینی مقطع زمانی که اینی یک جنگ که از جانب تروریست‌های جهانی به نام داعش امروز تهدید میکنه منطقه را و دنیا را و افغانستان خواهان ازی است که یعنی بسیج بکنه اینی توان و ظرفیت اینی یک اجتماعی را ایجاد بکنه که همه در برابر اینی به اصطلاح تهدیدی که از جانب تروریست ها متوجه است این را باید مشترکاً دفع بکنن و یا مشترکاً مبارزه بکنن و در کنار ازی افغانستان نیازمندی های دیگه خودم داره. شما میفهمین که افغانستان مسائل اقتصادی مطرح است، مسائل سیاسی مطرح است، مسائل فرهنگی مطرح است. بنابراین نی صرف نی که یک موضوع بی طرفه بلکه یک موضوعی که یعنی تقاضا ازی که واقعا امروز جهان منطقه نیاز به ای داره که از اینی آتش جنگ بره. اون آتش هنوز خاموش نشده ولی یک آتش دیگه هم حالا از دید شما باید افغانستان چگونه یک موضع گیری داشته باشد که در برابر عربستان و ایران در حمایت از کدام جانب قرار باید بگیره تا بتونه منافع خود جست و جو کنه؟ حمایت از هیچ کدام، یعنی در حمایت از هیچ کدامش که یک جانب حمایت بکنه منافع افغانستان اما بی‌طرف بودن هم میتونه به منفعت افغانستان باشه؟ چرا نی؟ یعنی ای به ایمانو نیست که وجود جنگ در گرفته ما این افغانستان در موقعیتش یا امی موقف گیری های امی کشور ها در حدی است که هر کشوری که مثلا در کنار یکی دیگه استاد میشه گویا این شدت میبخشه امی پروسه را تا ای که امی تحرکات بیشتر شوه. هرگاه ای کار نشه ما فکر میکنم از شدت نه تنها کاسته میشه بلکه دیگه هم ای کشور ها. اما تو که افغانستان آل موضع گرفته که واقعا امی مشکلات باید از رای مذاکرات حل شوه و این ممکن است اینو ممکن نیست. هرگاه اینی جنگ خدای نخواسته اینی موضوع گیری یا موضوع ها تقویت میشه و این جنگ خدای نخواسته اینطور از امی حالت میبره میره به طرف جنگ، نه تنها نفع افغانستان نیست نفع از مکشور هم نیست. اما آقای وثیق افغانستان در بسیاری از موارد بی‌طرف نبوده از جمله در روابطش با هند و پاکستان. حالا انتقادهای وجود داره که افغانستان هر روز قربانی نزدیکی با هندوستان میشه و ما هر روز اینجا در آتش جنگ میزدیم از بحر نزدیکی ما با دهلی. نه کاملا من فکر میکنم ما افغانستان هیچگاه موضوع خصمانه نسبت به پاکستان نداشت. خب این پاکستان که اگر ایتور یک چیز بکنیم بگذار که ادعا بکنن ولی روی کدام سند؟ با افغانستان همواره با همسایه هایش یعنی رابطه نیک و همسایگی خوبه، احترام به متقابل و به حاکمیت تا یک دیگر. اما این کار پاکستان متاسفانه نکرده، بار بار راکت زده، بار بار تهدید کرده، انتحار و انفجار فرستاده. این همه میفهمن و همچنان این موضوعی که افغانستان اینجا محدود به این جغرافیا است و به بحر راه نداشته همواره موضوع ترانزیت ترانسپورت ما یعنی مشکل داشته، تجارت ما در این راستا مشکل داشته و افغانستان بنابر نیازمندی هایش یعنی ایره ما دولت افغانستان یا در مجموع افغانستان با هند رابطه خود نه در رقابت با پاکستان بلکه به اساس نیازمندی هایی که افغانستان داره. موضوع تجارتش است، موضوعات فرهنگی است، موضوعات نظامی، یعنی هر چیزی که بتونه هر کشوری که امروز این افغانستان همکاری میکنه افغانستان رو لبیک میگه پاکستان بکنه میکنه هیچ دیگه کار نکنه. همی مخالفین دولت افغانستان که طالب هستم اونجا و اگر بخواهد این میر ادقل بکاهد افغانستان اگر پاکستان چنین یک خواست از افغانستان داشته باشه من فکر میکنم این خواست مشروع نیست. افغانستان به مسابقه یک کشور مستقل حق زیر داره که با هر کشور به اساس منافع ملی خودش رابطه قایم بکنه. آقای وثیق فکر نمیکنین که ما اگر به جانبداری از عربستان سعودی قرار بگیریم یا بیشتر تمایل به گرایش به طرف عربستان داشته باشیم میتونه به سود ما تمام شوه؟ چون عربستان سعودی دوست استراتژیک پاکستان است، رابطه بسیار نزدیک بر پاکستان داره و سیاست های پاکستان بیشتر متاثر از سیاست های عربستان در منطقه است و در کنار از این عربستان هم نفوذ در افغانستان داره، در نفوذ در میان مخالفان مصالح دولت داره و اگر عربستان از افغانستان چنین یک خواست داشته باشه در بدل همکاریش در گفتگوهای سال افغانستان چی موقف باید در برابر این خواست ریاض باید داشته باشه؟ خب از آقای وثیق گفتیم که مجرد میکنم پرسش متوجه شماست. خب فعلا عربستان سعودی و ایران در یک رقابت هستند و ما آرزومند هستیم که این رقابت در سطح سیاسی باقی بانه و
هیچگاه اینا به یک تقابل نظامی مواجه نشن، چون در اون زمان باز وجیبه هر مسلمان حراست از حرمین و شریفین است که باز برمیگرده به وجیبه انفرادی مسلمان ها، و ما امیدوار هستیم که به این حد نرسن، چون در این حالت باز امو مشکل اساسی که است که باز جهان اسلام به دو قطب تقسیم میشه و صراحت همچون یک مشکل خارج از منطقه خصوصا به باقی کشورهای اسلامی هم یک بدبختی بزرگ نه تنها بر ایران و عربستان سعودی خواهد بود، بلکه بر تماما جهان اسلام، و ما امیدوار هستیم که تا این حد باید این مشکلشان نرسه و کشورها از این باید جلوگیری بکنن. برمیگردیم به این که آیا عربستان سعودی و ایران دو کشوری هستند که در یک رقابت فعلا قرار دارند، و ما روزمند هستیم که افغانستان بازم به صحنه جنگ نیابتی دو کشور تبدیل نشه. اگر ما باز بگردیم به دهه 90 در افغانستان، دهه 90 در افغانستان خصوصا بعد از سقوط رژیم کمونیستی، کابل و باقی ولایات افغانستان به یک صحنه جنگ نیابتی از یک طرف ائتلاف عربستان سعودی و پاکستان و از طرف دیگه ایران تبدیل شده بود که اکثریت مردم افغانستان از اون متضرر شدن، و او فکر کنم یک درس خوبی بود. خب حالا هم ما درگیر جنگ نیابتی هستیم، بدون شک که اگر یک تفاهمی به وجود نیاید بین دو کشور و اگر میانجیگری از طرف کشورهای اسلامی صورت نگیره و اگر اینا ادامه بدن به کشمکش های خود و به یک تقابل نیابتی بین دو کشور صورت بگیره، بدون شک که افغانستان هم میتونه از این آیه سخت متضرر شوه، و یک تشویش بزرگی است که اکثریت ملت افغانستان دارن و به خصوص رهبری سیاسی افغانستان از این آیه بسیار مشوش هستن که ای صراحت نکنه به افغانستان و افغانستان بله. مانند سوریه و عراق به یک صحنه جنگ نیابتی بین این دو کشور بله. قرار نگیره. حالا در روابط بین الملل کشورها همواره منتظر فرصت میمانند تا از چنین یک رقابت ها و اختلاف ها و همچنان دشمنی ها و خصومت ها به نفع خودش هر کس استفاده ببره. آقای وثیق گفتند که افغانستان به اساس نیازمندیش با هندوستان بیشتر نزدیک است. حالا فکر نمی کنین که این فرصت برای افغانستان فراهم شده تا بیشتر با ریاض نزدیک شود و از این رهگذر بتونه در گفتگوهای صلحش از نقش عربستان سعودی بر پاکستان، از نقش عربستان سعودی بر طالبان استفاده ببره؟ خب شاید یک دید امی باشه، اما ما شما رول ایران و تاثیر ایران در افغانستان هم باید فراموش نکنیم. ایران کشور همسایه افغانستان است، ما وابسته به ایران هستیم، اما اکنون بیشتر از 2 میلیون پناهنده افغان در ایران زندگی میکنن. ایران از نگاه اقتصادی بالای ما تاثیرات زیادی داره، همچنان از نگاه امنیتی و سیاسی ایران هم میتونه که هم رول مثبت بازی بکنه هم رول منفی. ما شاهد رول منفی ایران هم بودیم، شاهد رول مثبتش هم بودیم. و عربستان سعودی همچنان، عربستان سعودی یگانه کشوری است که توانمندی تمویل طالبان را داره برای مدتی طولانی، و عربستان سعودی میتونه که بالای پاکستان فشار هم بیاره که در سیاست خود در ارتباط با طالبا هیچ تغییر به وجود نبیاره، و فعلا ما در آستانه مذاکرات صلح هستیم در افغانستان. بدون شک که اردو کشور توانمندی از این را دارن که در، اما توانمندی کدام از یکی ها بیشتر میتونه به افغانستان اردو بدون شک اردو داشته باشه؟ هیچ، ما در تقابل باید با هر کشوری که ما در تقابل قرار بگیریم ما متضرر میشیم. ما کشوری هستیم که زیادتر از این ناحیه ما متضرر خواهیم شد، و همچنان پاکستان هم در این چون یک مشکل قرار دارد. اگر شما یاد داشته باشین وقتی که عربستان سعودی از پاکستان تقاضای تقاضای عسکر کرد در ائتلافی که مقابل یمن بود، پاکستانی ها حاضر نشدن، چون یک مشکلی است که ما در یک منطقه هستیم که ما نمیتونیم، و از نگاه اقتصادی از نگاه نظامی ما هنوز هم وابسته هستیم، و برآوردن ثبات در افغانستان ما ضرورت داریم به تمام کشورها، هم به عربستان سعودی و هم به ایران. آل برمیگرده به توانمندی های دیپلماتیک و سیاسی افغانستان که ما چطور میتونیم که اردو کشور را متقاعد بسازیم، که قسمی که مثلا ما میبینیم که در بسیاری از نقاط دنیا یک مشکل وجود داره، مثلا در بین چین و امریکا و بین
روسیه و امریکا، اما خوشبختانه در قضیه افغانستان حداقل یک تفاهم بین قدرت‌های بزرگ دنیا قرار داشته. حالا ما چطور میتونیم که عین تفاهم را ما حفظ بکنیم بین کشورهای منطقه؟ یک کار دشواری است، سهل و آسان نیست. شما در گپای نخستتون گفتین اگر عربستان سعودی و ایران با هم درگیر شوند، این درگیری نظامی دو طرف میتونه به معنای حمله بر حرمین شریفین باشه. در آن صورت در آخر خط افغانستان باید طرف عربستان سعودی قرار بگیره. اگر ما به اون نقطه برسیم که ما امروز مصاحبه امو پرنس شاهزاده سلمان که وزیر دفاع عربستان و سعودی را از مطالعه میکردم و اصلا در این باره هیچ فکرم نمیکنن که هیچ گاهی عربستان و سعودی و ایران به نقطه نمیرسن که یک تقابل نظامی صورت بگیره و داخل جنگ شوند. و اگر هی دو کشور داخل جنگ میشه، افراد به شکل انفرادی به تفاوت مانده نمیتونن و این حالتی است که باز جهان اسلام مجبور میشن که اونا باید موقف خود را روشن بسازن و این بدبختی بزرگی بر دنیای اسلام خود بود و ما امیدوار هستیم که ما به این نقطه نرسیم. آقای وسیقالا، پاکستان به قید و شرط حمایت از عربستان سعودی در برابر ایران اعلام کرده. حالا اگر پاکستان در بدل گفتگوهای سال از کابل بخواهد تا در حمایت از عربستان و سعودی قرار بگیره، افغانستان در برابر این پیش شرط یا خواست پاکستان چی باید بکنه؟ چون اینجا منافعش بیشتر در نظر گرفته شده، امنیت در افغانستان تامین میشه اگر چون این یک پیش شرط به گونه فرضی از سوی پاکستان به افغانستان ارائه شود. من فکر میکنم هرگاه چنین پیش شرط باشه که ما باید لبایک بگوییم با اون صدایی که میشه که گویا ما جانب یکی از کشورهای خاصتاً عربستان سعودی رو بگیریم، چون پاکستان رابطه نیک دارن و در ایجاد طالبا هم هر دو کشور نقش به سزای خود داشتن. من فکر میکنم باز هم در این راستا دولت افغانستان با بسیار دقت، با بسیار هوشیاری و با بسیار تدبیر هیچگاه جانب یک کشور نخواهد گرفت. به خاطر چی که این یک خواست این چیز نیست که تحمیل شود سر افغانستان که گوی افغانستان وسیق جانب دارانه. بله، زمان رئیس جمهور غنی در جریان بیشتر از یک سال حکومت داری سه بار به عربستان سعودی سفر میکنه. بله. و در کنار از این از حمله عربستان سعودی بر یمن هم پشتیبانیش اعلام میکنه. این فکر نمیکنین که نشان دهنده یا نشانه های از تمایل رئیس جمهور غنی به طرف عربستان سعودی است؟ شما میفهمین که عربستان سعودی قسمی که بیشتر گفته شد تاثیر خود برای گروه های مخالف دولت افغانستان خاصتا طالبات داره. پس باید ما استفاده کنیم از این فرصت. ببینین؟ بله. ولی چیز دیگه را شما ایره فراموش نکنین که ما از نایی بیشتر اشاره کردم مسئله ترانزیت و تجارت چقدر ما اذیت شدیم، ولی ما یک رای دیگه را هم به طرف شمال تلاش صورت گرفته تا ایران باز شود و هم از رای چابهار با هند که این هم برای ما حیاتی هست. این ای به این معنی که ما این در خود قرار دادن در یک موضع این منافع ما چیز نیست. من فکر میکنم که این با هر دو ما مناسبات نیک و حسنه از یک طرف کشور اسلامی است، از یک طرف قسمی که گفته شد عربستان هم در کنار که کشور اسلامی است عرفین شریف هندوج قرار داره. اینال ما نمیتونیم که اطور بکنیم که کاملا دوجه ساچیم و بزید همسایی که ما امروز گزاره داریم و بالاخره موقف افغانستان هم که تلاش سرازی است که خود افغانستان در جنگ میسوزن و به یک شکل هرگاه من فکر میکنم هرگاه امی شرطم گذاشته شود باز هم این کشوری که این شرط میگذاره صادق نخواهد بود. هرگاه با این امر صادق باشد بدون از این میکنه و این احسان افغانستان افغانو فراموش نمیکنه. باز به طور طبیعی میتونن که در بسیاری مسائل این ملاحظاتی که وجود میداشته باشه بالاش فکر بکنه، ولی برای فعلا من فکر میکنم این بنافع افغانستان نیست که ما اینی شرط بگذاره و ما روی این شرط باید از یک جانب حمایت بکنیم. هرگاه اینی حمایت من فکر میکنم به عوض حمایت بازم من تاکید میکنم که من مطمئن هستم که همین اختلافاتی که فعلا وجود داره بین دو کشور ایران و عربستان سعودی ای از راه دیپلماتیک حل خواهد شد، به خاطر که این جنگ با جنگ نیست که کسی دیگه در امان بمانه. یعنی قسمی که بیشتر آقای میگفت یعنی واقعا یک فاجعه است، فاجعه برای جهان اسلام، فاجعه برای این منطقه و بالاخره برای بشریت و برای انسانیت این یک فاجعه است. بنان
تلاش باید صورت بگیره تا اینکه جلوگیری ازی شود. اما اگر اونو شرط باشه که ما همکاری میکنیم، ولی شما این شرط بسیار منطقی به نظر باز نمیرسه که ما با کسی دیگه باید دشمنی بکنیم. آقای میر، حالا عربستان سعودی در تلاش است تا یارگیری کنه به نفع خودش در منطقه و تمایل داره تا کشورهای دیگر هم تلاش داره چنین یک موقف گیری در برابر ایران داشته باشند. فکر میکنین که افغانستان به ایران و عربستان سعودی در چنین یک وضعیت اهمیت داره؟ بدون شک. چی اهمیت میتونه داشته باشه؟ اول خوب عربستان سعودی میخواد که ائتلاف خود را علی ایران تقویت ببخشه و افغانستان کشور همسایه ایران است و از نگاه سیاسی خودش یک کلان دستاورد است اگر افغانستان داخل ائتلاف عربستان و سعودی زده ایران شه. و از نگاه دیگه ما سرحد بزرگی با ایران داریم و بدون شک یک حکومتی که در تضاد با ایران قرار بگیره در افغانستان میتونه که ایران را از هر نگاه دچار تشویش بسازه. حالا افغانستان نان شب روز خود نداره، چگونه میتونه در چنین یک بازی های بزرگ بتونه توازن را برهم بزنه به نفع یکی از طرف ها؟ خب ما مشکل اساسی ما این است که ما فعلا در بحران قرار داریم، اما شما میدانین که اکثریت نقاط سرحدی که بین افغانستان و ایران است زیادترش تحت کنترل طالباس. شما از فاریاب که گرفته میایین تا فراره، نقاط زیادی که سرحد از بین افغانستان و پاکستان ایران تحت کنترل طالباس و طالبا در گذشته هم علیه ایران موقف گرفتن. ما میتونیم که بر ایران، اما همچنان ما هم از هر نگاه آسیب پذیر هستیم. ایرانی ها دست بالای بر افغانستان دارن از نگاه اطلاعاتی، از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی و این کار به هیچ گاهی به نفع افغانستان نخواهد بود. منتها یک نکته را ما شما مد نظر نگیریم که خب اگر از یک جنا ایران است و یک جنا دیگر عربستان و سعودی است، کشورهای بزرگ دیگه اسلامی هم هستند، مانند ترکیه، مانند مالزی، اندونزی، که نه هم باید موقف بگیرند. افغانستان میتونه که بدون از اینکه داخل یکی از ائتلاف ها شاید میتونه که موقف ترکیه و باقی کشورهای اسلامی را که اونا اصلا طرفدار یک مناقشه بین عربستان سعودی و ایران نیستن و طرفدار آوردن ایجاد گفتگو بین دو کشور هستند، در این موقف میتونه که زیادتر استفاده مؤثر بکنه. بله. چون فعلا ما از نگاه اقتصادی و از نگاه نظامی نه وابسته به ایران هستیم و نه وابسته به عربستان سعودی. فعلا تماما استفاده ای که ما از به خاطر آوردن ثبات در افغانستان و امنیت در افغانستان میکنیم، ما زیادتر وابستگی به کشورهای غربی داریم. بودجه نظامی ما کشورهای غربی هم بیشتر طرفدار عربستان هستند در چنین یک بازی. من فکر نمیکنم که کشورهای غربی موقف بگیرن، چون کشورهای غربی نمیخواین که در یک جنگی که فعلا خب خوشبختانه که جنگ نیست، حداقل در یک تقابلی که بین کشورهای اسلامی هست، اونا نمیخواین که موقف بگیرن، چون اونا دور مدت طولانی را اونا مد نظر میگیرن و احساساتی نیستن. و امیدوار هستیم که کشورهایی که احساساتی هستن زیادتر از تعقل استفاده کنن تا از احساسات. و در 30 ثانیه دیگر اگر سخنانتان را جمع بندی کنین، سرانجام اوضاع کنونی یا تنش در میان عربستان سعودی و ایران چه تاثیر بالای افغانستان خواهد گذاشت در وضعیت کنونی؟ خب بدون شک ایران و عربستان و سعودی بعد از اینکه ایرانی حال دوباره داخل جامعه جهانی میشن و یک قدرتی است که در حالت بروز است در منطقه، خصوصا در خلیج، این تقابل تاریخی بوده، از مدت ها بین عربستان و سعودی و ایران بوده و افغانستان به هر حالتی که است باید موقف بی‌طرفی را داشته باشد، چون ما از زردوج نا هم میتونیم متضرر شویم و حالت بی‌طرفی میتونه یک زمان ما را در یک حالت قرار بده که با اردو بتونیم رابطه خوب داشته باشیم. آقای وسیق، در اخیر پرسش همین پاسخ هم میخوایم از شما هم داشته باشیم. من باز هم قسمه که میرسه بگفت، من به این تأکید دارم که این موقف افغانستان موقف بی‌طرفی باید باشه. افغانستان در موقف یکی کشورهای اسلامی است، همسایه ما هست و هر دوم کشور مسلمان است و در کنار از افغانستان در موقف نیست. اما آقای وسیق، یک سوال دیگر اینجا مطرح میشه. افغانستان دستگاه دیپلماسی است به حدی است که در چنین یک بازی‌ها بتونه موقف بی‌طرفانه را اتخاذ کنه؟ ما فکر میکنم که تا هنوز این موقف حفظ کردن، در گذشته هم اینی نرفتن به یک طرف و خاصتا شما در بایی که در داخل ما مشکلات زیاد داریم، ولی در سیاست های بیرونی اینی در میمود زمان این واقعا تا
تلاش های بسیار خوب صورت گرفته و زیاد کوشش شده که امیر رقابتایی که در اینجا وجود داره، یعنی بیلانس امیر رقابت ها طوری شود که باعث تصادم چیز نشه و منافع افغانستان در اینجا متضرر نشه، افغانستان متضرر نشه. این تلاش ها تا هنوز زیاد صورت گرفته. مطمئن هستم با همین کمی و کاستی هم که داریم، ولی افغانستان خواهد تانست که همین موضوع را حفظ بکنه و این به نفع افغانستان و مردم افغانستان و به نفع همین کشور هم خواهد. هارون امیر آگاه مسائل سیاسی و همچنان میاگل و وسیق کارآگاه بخش سیاسی، سپاسگزارم از حضورتان در برنامه و سپاس از شما بیننده ها هم که تا حال همراهمان بودید. در اخیر هم یک خبر کوتاه. تنش در شبه جزیره کوریا بار دیگر از سر گرفته شد. کوریای جنوبی روز جمعه بلندگاه های تبلیغاتی مستقر در مرز کوریای شمالی را بار دیگر به کار انداخت. این اقدام سئول پس از آن صورت می گیرد که پیونگیانگ روز چهارشنبه از آزمایش موفقیت آمیز بمب های دورجنی اش خبر داد. پخش مجدد تبلیغات سیاسی علیه کوریای شمالی از طریق این بلندگاه‌ها با 32مین سالگرد تولد کیم جونگ اون رهبر این کشور همزمان شده است. وزارت اتحاد کوریای جنوبی با انتقاد از کوریای شمالی نسبت به نقض توافق 5 ماه گذشته میان دو کره از افزایش آماده باش نظامی و ارتقای سطح امنیت سایبری این کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که کوریای شمالی تعهدات و توافق‌هایش را نقض کرده است. هدف توافق مذکور کاستن از تنش نظامی و بهبود روابط دو کره است. در چنین وضعیتی که کره شمالی با آزمایش هسته‌ای دست می‌زند، دولت کره جنوبی هم تدابیر ضروری را برای حفاظت از امنیت ملی‌اش به کار خواهد بست. اگر وضعیت غیر عادی شود، پخش تبلیغات سیاسی از طریق بلندگاه‌ها هم اثر گرفته می‌شود.